پرورش خاطر را با روز تی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری. با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، با امید به اینکه حال همه شما خوب باشه، دور از بلا و کرونا و این حرفا باشین و سلامت پای برنامه باشین و ما هم شانس داشته باشیم که در خدمتتون باشیم با ویژه برنامه هر سه شنبه که معمولا بعد از برنامه آقای دکتر سهراب خوشبین در خدمت سرکار خانم روز رضایی هستیم و این بخش برنامه رو ایشون اسپانسر میکنن. طبیعی است که بنا به تخصص خاصی که در رشته املاک دارن، بخشی از برنامه راجع به بازار پر هیاهوی املاک که اصولا املاک همیشه هیاهوی خودشو داره، ولی این روزها واقعا همه رو متعجب کرده و این کرونا که سورپرایز کرد همه رو، بازار تورنتو و املاک هم در کانادا تقریبا همه رو سورپرایز داره میکنه. میریم بهشون خوش آمد میگیم و مجموعه برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم رضایی عزیز، دوست خوبمون، عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید. خدمت شما، خدمت تمام بینندگان و شنوندگان عزیزتون در هر کجایی که هستید، امیدوارم شاد و سالم باشید. شما چطوری؟ خوبی؟ خوبم، خیلی هم عالی، مثل همیشه زیباروی و خندرو و معمولا میگم شما همیشه نسبت به هر مسئله‌ای که پیش بیاد آرامتین. جواب خودتون رو با آرامش دارین و خیلی هم خوبه. بازار پر هیاهویی که این روزها همه ازش، یعنی واقعا دیگه داره بازار رو میترسونه همه رو. آره دقیقا، به خاطر که اصلا پیشبینی ها هیچ کدوم درست از آب در نیومد به قول خودمون و همه چیز متفاوت هست. شاید اگر امروز سعادتی باشه در خدمتتونم آماری رو تصویری خدمت عزیزان ارائه میدم که مشخص میکنه واقعا که بازار اون چیزی که میگفتن نیست. خریدارا چجوری از کجا در اومدن اینا یه دفعه؟ وقتی که ما نسبت ماه جون و می رو بخوایم مقایسه کنیم، میبینیم 9.8% افزایش داشته. یعنی اصلا یه چیز از روزهای معمولی موقع بیشتره. بله دقیقا، این هست که خب شاید لازم باشه بینندگان شنوندگانتون بدونن که اصلا مارکت اون چیزی که پیش بینی میشد نیست. مارکت ما اصلا اون آمار ارقامی رو که میگفتن نیست و خدا رو شکر روند خیلی خوبی رو داره، پیشرفت خوبی رو داره و الان به خوبی خونه ها فروش میره. اینونتوری بازار، یعنی خونه هایی که دارن لیست میشن، افزایش داشتیم 2%، اگرچه که نسبت به پارسال یه کاهش 1.4 داشتیم، 1.4 داشتیم توی حالا اون معاملات ملکیمون، ولی لیستینگامون افزایش داشتیم. چون میترسن مردم، نمیدونن خونه شون رو بذارن نذارن. البته ترس به نظر من بی جایی شاید باشه توی این مارکتی که خوب داریم میبینیم. اتفاقا علتی که من این آمار رو امروز آوردم، اگرچه خب روی سوشال مدیای من هست، روی اینستاگرام، فیسبوک، همه جا میتونن اینو ببینن، ولی خب شاید لازم باشه از طریق تلویزیون خدمتشون اینو ارائه بدم تصویری ببینن. این آمار من نیست. ببینید الان ما روی عکسی که روی تصویر دارید شما، اگر دقت کنید آماری رو که داریم آمار توتال رزیدنشال ترانزکشن هست، یعنی کل معاملاتی رو که ما داشتیم ماه جون رو در 2019 نسبت به ماه جون 2020 داره مقایسه میکنه. بله. درسته یه کاهش 1.4% ما داریم که این اصلا 1.4 یعنی اصلا هیچ چیزی نیست. خیلی بیشتر از اینا فکر میکردن که اتفاق میفته، فکر میکردن اصلا بشه. حتی اصلا میگفتن تا 11% این کاهش هست. بله. در صورتی که الان دارید شما میبینید این کاهش 1.4% 1.4% هست و در واقع چیزی رو نشون نمیده. تعداد معاملات ماه جون 2019 8826 تا بوده و جون 2020 8701، یعنی عملا میتونیم بگیم برابر بوده. درسته. انتظار بازار اون چیزی که پیش بینی شده بود و انتظار بازار بود واقعا اتفاق نیفتاده. اگر لطف کنن آمارای بعدی رو هم نشون بدن، ببینید الان باز توتال رزیدنشال ترانزکشن که این ماه می 2020 رو نسبت به جون 2020 داره مقایسه میکنه، ما 83.8% افزایش داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر معاملات ماه می 3546 تا بوده، ماه جون 2020 6518 تا بوده.
پس عملا اینکه از من میپرسن خانم رضایی نه خونه ها گفتن گرون میشه ارزون میشه یه عده میگن گرون میشه چیکار کنیم، ببینید یه چیز منطقی یه چیز مستند هست از تورنتو ریال استیت بورد، هیچ ارتباطی به ما ندارین آمار و ارقام درست. آماری هست که توی سایت سازمان املاک تورنتو شاید میشه واقعی دیگه واقعی چیزی که اونها رکورد کردن ضبط کردن و به ما ارائه دادن ما خدمتتون ارائه میدیم، یعنی این شخصی نیست که کسی بخواد حتی دسترسی به این شکل داشته باشه بالا پایین اضافه به هیچ عنوان کل آمار دقیق هست. اگر لطفاً بعدی رو نشون بدن آمار رو کلن من خدمتتون ارائه میدم. این 2.1 درصد توتال نیو لیستینگ یعنی لیستینگ های جدید خانه هایی که الان توی مارکت هر روز داره اضافه میشه 2.1% ما افزایش داشتیم. چه موقع؟ نسبت به جون 2019 یعنی جون 2019 تا جون 2020 حتی ما 2% افزایش داشتیم. پس اینایی که دارن میگن معامله انجام نمیشه کجاست؟ اگر همچین اتفاقی داره میفته پس این 2% چیست؟ نه با معامله که خیلی هم سریوسه خیلی ببینید جون 2019 15824 تا بوده لیستینگای ما و جون 2020 16153 تا، ببینید حتی افزایش ما داشتیم. بله. پس نتیجه میده که بازار راکت نیست. بازار پیشبینی کاهشی که بانک ها و کمپانی های وام داشتن اصلا اتفاق نیفتاده. خونه های قیمت های بالا کمتر میرن، دلیلش هم اینه که بانک وام نمیده. اگه شروع کنه به وام دادن همه میخرن. دقیقاً اون سختگیری که بانک قرار داده برای گرفتن وام 100% مؤثر بوده توی کاهش خرید و فروش خونه های قیمت های بالا. ولی خونه‌های زیر 1,000,000 اصلا تو مارکت نمیمونه تحت هیچ شرایطی، یا نیست یا اگر بیاد یک روزه دو روزه با آفرهای مولتیپل آفر ما مجبور میشیم که این خونه ها رو با شرایط سختی چون تصمیم گیری برای خونه سخت میشه مجبور میشن بفروشن. اگر لطف کنید بعدیا رو هم نشون بدید من توضیح داشته باشم براشون. ببینید 11.9% این average selling price هست یعنی میانگین قیمت فروش ما هست که جون 2019 831.882 یعنی 831.882 بوده و جون 2020 شده 930,000 تا. ببینید یعنی ما افزایش داریم، چطور امکان داره؟ نزدیک 12% افزایش داریم. پس همه چیزایی که عزیزان میشنوید به طور کل متفاوت هست با چیزی که الان آمار واقعی داره به ما نشون میده. یه دونه دیگه هم هست اگر لطف کنن اون هم نشون بدن. بله 9.8% average selling price می 2020 تا جون 2020 بوده. این از همش مهمتره. ببینید نشون میده که می تا جون یعنی ماه گذشته تا این ماه ما میگفتیم اگر که استیج 1 و 2 رو بگذرونیم و بیزینس ها باز بشن در نتیجه این افزایش رو خواهیم داشت. این افزایش رو الان روی آمار هم دارید میبینید. یعنی چیزی نیست که ما فکر کنیم این افزایش با کرونا میتونه از بین بره، یا اینکه مثلا به عنوان مثال میتونیم مطرح کنیم اگر میخواید خونه ای رو لیست کنید الان وقتش هست. می 2000 فروشنده که واقعا الان براشون بازار خوبیه. بله هم فروشنده هم خریدار. الان خریدار امروز نخره فردا گرونتره. 100% گرونتره. ببینید با توجه به آماری که الان من ارائه دادم خدمتتون که آمار رسمی اونتاریو هست، آمار رسمی ببخشید تورنتو هست، اونتاریو هست، حالا هر جا که ما بخوایم در نظر بگیریم توی استان‌های مختلف هم این آمار رو همه جا دارن، نه فقط مختص تورنتو هست، هر جا که هستن اینها میتونن این آمار رو استفاده کنن، متفاوت هست، حالا عدد ارقامش یکم فرق میکنه ولی میخوام بگم خدمتتون که تحت هر شرایطی که باشید بازار الان خوب هست، چه فروشنده اید چه خریدار هستید هیچ تفاوتی نداره. بله شاید یکی از عجیبترین اشکال بازار این دوره باشه که برای هر دو خوبه. بله بعضی وقتا نداشتیم تا حالا واقعا. یا بازار خریدار بوده یا بازار فروشنده. ولی الان کرونا باعث شده به یه تعادلی بین کرونا باعث خیلی اتفاقا شد این رو هم بالانس کرد بازار ما رو هم به یه بالانسی رسوند بالاخره که بتونیم لاقل اون وحشتی که بین حالا به هر حال مالکین بود برای فروش یا خریداران بود
این وحشت واقعا دیگه داره از بین میره کم کم و بازار داره به حالت عادی برمیگرده. اخباری رو خوندم که استیج 3 هم داره شروع میشه. بله بازگشایی برای داخل رستوران ها بنزه 50 نفر و همطور تیکه تیکه دارن باز میکنن. سعی میکنن باز کنن. تو کانادا یا ببینین اروپا باز کرد، آمریکا باز کرد با یک شدت عمل، یعنی بدون هیچ در نظر گرفتن هیچ پالیسی یا تعدادی و خب دچار مشکل شدن. کانادا همیشه ممتاز و قشنگ پیش میره، یه برنامه ریزی شده است. به قول یکی از دوستان اون روز پول نقد دستش بود، وایساده بود اینو با الکل ضد عفونی میکرد، میگفت تا فکر همینم هم کردن، این پول کاغذی نیست، پلاستیکه و الکل هیچ اثری روش نداره. خواستم بگم که اینا واقعا فکر همه چیز رو از قبل کردن و با برنامه‌ریزی خیلی دقیق توی کانادا پیش میرن. در نتیجه خیلی ایمنیم، خیلی سیفیم، خیلی راحتیم تو هر بیزینسی که هستیم. حتی بیزینس ما که خب بیشتر در تماس بود توی مکانهایی بود، خونه هایی که از موقع شما شروع کردین به شوینگ، من یادم هم روزای اول چون شما با تلفن و دوربین و اینا شوینگ داشتین، ولی به محض که باز شد خب خیلی یه دفعه بازار شلوغ شد و خیلی اتفاق جالبی افتاد. اما جالب ترش اینه که ما از داخل این شوینگا و خونه ها هنوز هیچ گزارشی از کرونا نداشتیم. یعنی اینقدر رعایت کردن، اینقدر همه وقتی وارد خونه مردم میشن هم خودشون رعایت میکنن، هم دست به وسایل مردم نمیزنن. قبلا هم رفتن رو مبلا مینشستن، اینا حالا خیلی راحت تر میرن و رعایت میکنن. همه ایجنت ها خب مواد ضد عفونی گذاشتن و ماشینا رو تقاضا میکنن. ببینید دیگه، آره یه باکس دستکش داریم، یه باکس همه چی داریم. شما که مزید بر علتین، شما چون کلینیک هم دارین دیگه همه جوره شما وسواسین رو رعایت میکنین. اتفاقا امروز تو کلینیک یکی از آقایان دوستان عزیز بودن، پزشک هستن، اومدن گفتن احساس کردم اومدم اتاق جراحی شما، چرا اینقدر محافظت دارید میکنید با فیس شیلد و ماسک و همه چیز. گفتم به هر حال شرایط ایجاب میکنه، هم برای خودمون، هم برای خانواده، هم برای دوستان، هم مشتریانی که میان. همین باعث میشه که شما در شوینگتون هم حساس تر از بقیه میشین. ولی به هر حال همه دارن رعایت میکنن، اینجا هم داره باز میکنه آرام آرام، ولی با روش خاص خودشون. رو مدارس دارن یک کمی فوکس میکنن که شاید دو روز بازش کنن در هفته. خداییش هم نگاه کنید، یه عده اعتراض کردن، ولی من همیشه به هر حال کارهای آقای داکفورد رو تایید میکنم، به خاطر اینکه خیلی خیلی درست و حساب شده عمل میکنه. درست خودشو جای مردم میذاره و روی یه اوریج اکثریت تصمیم میگیرن که ببرن به مجلس. کارشون قشنگه. شما اگه واقعا حساب بکنین دو روز هم بیشتر بچه اینجا درس نمیدن. اینا اون بورکاشو میگیرن میان اسکولا باشه که همون دو روز هم ندارن. این به نظر من خیلی من یادم دخترم موقعی که المنتری میرفت هیچ وقت درس نداشت. حالا باز دبیرستان اون های اسکول رو که رفت خودشون رو قشنگ میدونن، در دو روز هم بورکاشون رو میگیرن میان. بچه اینجوری کمتر تحت خطره و یاد میگیره که چجوری تقسیم کار کنه. دو روز میرن مرز، بیشتر از اینم والا اینا درس نمیخونن دیگه، میارن اون بورکاشون رو خونه. خب یه خورده والدین میخوان که اون بورکا خونه نیان دیگه. بله دیگه واقعا تقصیر پدر مادر هاست که میخوان از گیر بچه ها رو هرچند نصف روز تو مدرسه و نصف روز هم کلاس خصوصی بذارن شروع. خب اینا رو دیگه شب هم که خسته خدا رو شکر دیگه شامل ما نمیشه. بله ببین شاید هم ما واقعا میگن وقتی که این مشکل رو نداری نمیتونی به جا اونا قضاوت کنی، چون من و شما خیلی آدمه خب گذشت دیگه. البته ما زمان بچگیشون رو داشتیم. بله زمانی که خب شاغل بودیم، ایران بودیم، شاغل بودیم، اینجا بودیم، حتی خب همزمان با بچه ها درس میخوندیم. کمتر تو این دوره پدر مادر رو به بچه ها به رسیدگی میکنن یا وقت باهاشون میگذرونن. بنزه ماهایی که تو دوره ما همچنان داریم سرویس میدیم، یعنی فرقی نکرده. بچه ها بزرگ کردن، نسل عجیب غریبه، معلوم نیست، خیلی نسل عجیبی هستیم. هم از اون ور سوخته، هم از این ور رونده، هم بچه ها رو همه جوره یه چیز عجیب غریبی از آب در اومدیم، معجون در اومدیم. ولی همچنان هم ادامه دارد، همچنان همون رفتار رو داریم. پدر مادرهای ما خب فرق میکنه، اصلا نسلشون، نگاهشون، نگهداریشون از ماها. شاید هم اونا باعث شدن. من هنوز که میبینم با این سنم اگر زمان ایران برم مثل یه دختر بچه‌ای که توی خونه همون دختر بچه خونه همون دختر بچه خونه هستم، خب طبیعتاً احساس منم نسبت به بچه‌هام همین است که اینا هیچ وقت بزرگ نمیشن.
مثل ما دیگه برای خیلی کار چیزی نمیکنیم تافی نمیکنیم فقط داریم جواب اون چرا که دیدیم پس میدیم ولی پدر مادرها این دور زمانه میگم الان مخالفتشون با اینه که چرا بچه ها مرسن خب بچه فکر سلامتش مهمتره برای یکم سختی شما تو خونه بیشتر میشه به هر حال چاره ای نیست دیگه این بچه ها رو بردین باید بهشون برسین ولی جالبه نظرها خیلی متفاوته سروی ها رو که من میخوندم مثلا مردم هر کدوم یه حرفی میزنن هر کسی خب بر اساس شرایط زندگی خودش شاید داره تصمیم میگیره یا صحبتی رو میکنه چون خودش رو تو اون موقعیت میبینه شاید یه سری مشکلات داره و میخواد بر اساس اون نظرش سیره خبر از حال گشنه نداره دیگه ولی بر حال امیدواریم که به نظر خیلی منطقی میاد تصمیم درستیه چون هر دو گروه در هم سلامتی در نظر گرفته میشه هم انتقال کمتر چون رو ببینید خب آمریکا رو ما داریم نمونه بارز میبینید ایران یعنی آمریکا هر کدوم که هر جا اروپا هر جایی که بیزینس ها باز شده باز کردن. همه دوچار مشکل شدن و کانادا که اومد مرحله مرحله انجام داد و حتی مثلا ما کلینیک یه سری از کارا رو مجاز نیستیم انجام بدیم یا اومدن درجه بندی کردن در کلینیک کلان کارهای پوستی همه چیز هست ولی هر کاری که نسبت انجام اون کار بر روی قسمت گردن به بالا باشه اجازه انجام نداریم ما بیشتر کارام که این بالاست دقیقاً آره کلاً اجازه نداریم به غیر از بوتاکس و فیلر بوتاکس و فیلر رو اجازه میدن با فیس شیلد ماسک 95 گان رو کفشی رو پوش هم اتاق جراحی دقیقاً کلاه اصلا کاملاً اتاق جراحی شما وقتی که میرید انگار و لیزر میتونین بله لیزر هم اگر صورت نباشه بله اجازه انجامش رو داریم یا جوان سازی های روی صورت و گردن رو اجازه هنوز نداریم چون نمیکرد دستگاه خیلی خوب و از آن خودت کردی و داری با اجازتون بله شندم نمونش تو تورنتو کمه فقط به پزشکان میفروشن اون دستگاه رو آفرین به شما و چون ما هم پزشک داشتیم پزشکی رجستر اینجا بود این کلینیک و ایشون درخواست دادن خریداری کردیم یه دستگاه هست که اصلا فوق‌العاده است یعنی نتیجه رو که میبینن بسیار بسیار نتیجه شو البته ما داریم میبینیم شما یکی از اونهایی هستی که خوب میتونی بگی به خاطر اینکه واقعی هست همه چیزت و دستگاه موجودیش ولی بعضی وقتا دوستانی من یادمه یک پزشکی رو برای کاشت مو بود می آوردیم برای مصاحبه شاید 15 سال پیش در همین برنامه تصویر ایران و ایشون خودش تاس بود خب چجوری میخوای یعنی خیلی چیز عجیبی بود من بارها بحث میکردم با ایشون که خب آخه یکی نمیگه خب چرا همکارات برای خودت نکشتن کارش هم خوب بود ولی خودش تاس بود حالا تاسی که میگم نه که فکر کنی حالا مثلا تاس ولی خیلی کم بود مشخصه دیگه این کم یعنی میشد روش کار کرد اینه که خیلی مهمه که وقتی تبلیغ یه چیزی میشه خود آدم استفاده کرده باشه خود آدم بدونه من اعتقادم اینه تا خودم کرمی رو دستگاهی رو استفاده نکنم اصلا نمیتونم تبلیغش خیلی مهمه یعنی باید بدونم این دستگاه چجور کار میکنه حالا شاید من زیاد کلینیک سر نمیزنم فقط به عنوان مدیریت هستم چون واقعا دیگه ریال استیتی وقتی نمیذاره که بخوایم بریم مخصوصا الان خوب بازار تو شلوغه الان خدا رو شکر خیلی وضعیت خوب هست و فقط به عنوان مدیریت کاری داشته باشن حالا مشورتی یا رو تلفن ولی دستگاه ها همه رو امتحان کردم یعنی بدون استثنا دستگاه رو امتحان کردم کاراشو میدونم خب مدرکش هم که قبل بله خودم داشتم و اینم خیلی مهمه که شما به هر حال مدرک کاریتون هم گرفتین که به هر حال سرپرستی بله بتونم نگاه خوبی داری نگاهی که میکنم نگاهی باشه که تشخیص بدم الان این دستگاه واقعا چه موردایی رو داره چه موردایی رو نداره و این فوق العاده است این دستگاه و نتیجایی که میده برای قبقب لاغری مثلا الان خیلی مشتریای اینجوری دارن حساب خوردن و یه ذره اینم ممنون نیست خدا رو شکر استیج یک امکانش بوده قابل استفاده است لکه هایی که روی دست هست روی صورت هست روی بدن هست برای خیلی علکی ازشون نگران بله من خودم خیلی داشتم من خودم خیلی پشت دستم به خاطر رانندگی نه ولی داشتم همه رو اینا رو کم میکنه میگم تمام دستگاه رو من خودم یکی یه بار دو بار سه بار بنا به حالا باز این لک رو دستو میبرین چون متوازی زیاد داره اگه دیده باشین کانادایی ها این قسمت زیاد لک دارن یا روی بازوشون به خاطر آفتابی که میگیرن اینا بیشتر مشتریای ما هستن دستگاهی داره که جوان سازی واقعا به قول یکی از دوستا شوخی میکرد میگه بیام واقعا 10 سال جوان بشم گفتم شما تشریف بیارید ما تضمین میکنیم شما جوان تر میشه ولی واقعا کارایش خوبه هیچ آسیبی نمیرسونه هیچ ضرری نمیرسونه امواج رادیویی هست RF رادیو فرکانسی امواج رادیویی هیچ ضرری نمیرسونه و به اضافه گرما
ولی نتیجهش فوق العاده است. خیلی هم عالی. ما باید حتما بیایم کلینیک سری بزنیم و به هر حال شما که ماشاءالله خوبی فقط بیان برای پیشگیری در سال‌های آینده. ما که خیلی کار داریم، ما باید چند روزی مهمون شما اونجا بمونیم. ولی خیلی خوبه که دوستان به هر حال تو این فرصت‌ها یه موقع هم دنبال یه جای مناسبی می‌گردن که دستگاه‌های به روز و خیلی خوب و درست امتحان شده رو امتحان کنن، یا به هر حال چون خود خانم رضایی هستن در کار هستن و مدیر اونجا هستن، شرایط خوب طبیعتاً دست خودشونه دیگه. موقعی که میاد رادیو کاری داره، خب وقتی میاد پیش من کارشون رو میندازم دیگه، دستم چیکار بکنم. بله ولی خب شما اگه برین اتاق فرمان، همکار من آقای مرتضی فقط میتونه فیلمو برای شما بهش بدین، فلشو پخش کنه، درست. تصمیمی برای شما نمیتونه بگیره، ولی شما حسدینه که اونجا خب نگاه دقیق رو به آنچه که داره میگذره داری، مدیریتشو داری، خب خیلی اتفاقای خوب میتونه بیفته. اینه که در این مورد هم حالا اگه به هر حال خونتون رو خواستین لیست کنین یا سوالی داشتین برای ملکتون، در این مورد هم اگه تورنتو تشت دارین، اونایی که ملک میخوان هر جای دنیا میتونن خریداری کنن، چه در آمریکا چه در ایران، ولی برای استفاده از سرویس کلینیکشون حتما باید مقیم تورنتو و هومه باشین که از کلینیک بتونید استفاده کنید از سرویساش. حتما میریم و پزشکامونم خانم احمدی از بهترین پزشکای ایران هستن. توقع غیر از این از شما نیست، یعنی یکی از پزشکای ما تنها جراح پلاستیک سوختگی زن ایران هستن. یا اینکه مثلا آقای دکتر مهران مرندی رو داریم که یکی از بهترین اساتید تزریقات هستن و پزشک هستن و در ایران خب سالیان سال تجربه دارن. خانم دکتر مومنی رو داریم که ایشون تنها جراح پلاستیک سوختگی زن ایران هستن و یه دونه داریم تو ایران که این سعادت نصیب ما شده. سرکار خانم دکتر موسویان رو داریم که تو بخش حالا جوانسازی و لیزر هستن، ایشون هم خیلی فعال هستن و از اساتید هستن، خودشون در ایران رئیس بیمارستان بودن. یعنی تمام کادر و پرسنلی که دارن اونجا کار میکنن جز بهترینای ایران انتخاب شدن. با اطمینان خاطر میتونید تشریف بیارید، در خدمتتون هستیم. چقدر عالی، چه مجموعه خوب و مناسبی کنار هم قرار گرفتید و دوستانم به راحتی میتونن استفاده کنن از این همه. حالا شاید من نباشم ولی خب عزیزانی که اونجا هستن میتونن هر جوری که حالا شما مایل باشین خدمتی رو داشته باشن. شما رو اگه بخوان پیدا کنن احتمالا توی که این خونه ها الان یه جایی آفری چیزی داریم میذاریم. معمولا تو ماشین هستم در حال رفت آمد میارم الان آفر رو الان. بله با کامپیوتر که دیدم تو همیشه. آره قبل از این که بیام اینجا دقیقا در حال دراپ آف کردن چک ها و رد و بدل کردن. و خب این حسن داره که این روزها هم به خاطر وضعیت کرونا به هر حال آمدن در مجموعه روزاتی گروپ فکر کردن که یک کار ویژه‌ای بکنن، اونم برای فروشنده‌هایی که دیگه الان خیلی دو دلن، ولی خب الان وقتشه. ببینید هر چیزی دوره طلایی خودشو داره. خریدار بازار هر وقت بخره برنده است، هر چقدر دیرتر بخره بازنده است، چون بازار رو به پایین آمدن نمیره، ملک پایین نمیاد. از قدیم هم خریدار سرمایه میخواین برنده باشین همه امروز بخرین به جای فردا. ولی به فروشنده ها نه، فروشنده ها اینکه ممکنه ملکشون چند ماه تو بازار بمونه همون ضرر میشه. و این همیشه طلایی بودن و یه باد طوفان محکمی میاد، این الان برای فروشنده ها الان خب خوش به حالشونه دیگه، خونهشون یه روزم نمیمونه و چند تا هم آفر میره روش و تا زیر 1,000,000 تا حتی 1,200,000 هم همینجوره هنوز. بله. ولی میره رو مرز 1,5، خب مارکت عوض میشه، دقیقا وام بدن همه میخرن، وام بدن همه میرن میخرن و علاقمندن به این که یه همچین سرمایه گذاری هایی بکنن چون بی ضرره دیگه. خب وامو سخت گرفتن، الان مشکله اونایی که پول نقد دارن، حرکت های به هر حال میتونن جلوتر برن از این مبالغ. ولی خانم رضایی اومدن این در واقع درصد فروشی که شما باید بپردازین به دو نفر، کسانی که برای شما معمولا آفر رو میارن از بیرون یه ایجنت دیگه یا خودشون، اومدن اینو کم کردن به زیر 0.5% رسوندن که توانایی این که شما راحت تر تصمیم فروش بگیرین خیلی براتون راحت میشه. معمولا تو این دیلا 25,000-30,000 دلار اختلاف قیمت میشه و خب همه اینو دوست دارن، هیچ کس نیست که بگه نه من اینو دوست ندارم، همه دوست دارن کمتر کامیشن بدن. فقط شرایط رو به خاطر عزیزان که خب تو این شرایط کرونایی خیلی ها ترس دارن که بفروشن،
ضرر میکنی، کمتر میشه، چقدر میمونه. لاقل این کاری که از دست ما برمیاد همین بود دیگه، ببینیم کسی که پارسال خریده همونطور که فرمودین 100 هزار دلار سود ممکنه بکنه، ممکن که نه حتما میکنه. 100 هزار دلار طبق آمار، طبق همین موجودی که الان هست سود میبره اگه پارسال هم خریده سال گذشته. ولی خب این 100 هزار تا 50 تاش باید بده، 50 تاش باید بده به ایجنت، 50 تا شاید خرج نمیدونم وام و واماشون هم نمیتونن خیلی یه سمت لند ترانسفر تکس دارن، اینا رو باید بدن، دارن وکیل دارن، کلش میره. حالا این کلیه رو یه دفعه مبلغ بزرگی بین 25 تا 30 هزار دلار این دوستان اومدن برای شما تخفیف گذاشتن. خب این مبلغ خیلیه، این مبلغ سود اصلی شماست در واقع که براتون دارن حفظش میکنن. خب این امکان خوبی رو به شما میده که با تجربه‌ای که ایشون داره، با امکاناتی که دستشون بازه این کارو بکنن. هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، بخاطر اینکه خب هر کسی نمیتونه از یه همچین پول بزرگی بگذره. با سوشال مدیای تورنتوی 4-5 هزار نفر که با یه آگهی در آن واحد این تعداد میتونن ببینن، با اینکه ما یه وبسایت هم که گفتم خدمتتون یه بخش اکسکلوسیو داریم که این بخش تمام ایجنت ها که عضو هستن میتونن اونو ببینن. یعنی خب این دسترسیه دیگه، به غیر از MLS، یعنی ما MLS رو جدا داریم، ICI World رو جدا داریم، بخشای مختلفی هست که اینا رو قرار میدیم و به محضی که یه خونه لیست میکنیم مثلا نمیمونه. برای همین جلوتر هی داریم میرین، بله. امکانات خوبی دارین. اینه که اگر واقعا اطلاعات درست میخواین یا مشاوره با ایشون رایگانه و میگم یک امتیاز خیلی ویژه گرون خوبی هم براتون گذاشتن که هر کسی از این بالاتر نمیشه، دیگه نیست، کاری دیگه از دستمون نمیومد بیشتر. حالا تا بالاخره با این کرونا کلنجار میریم، از این موقعیت هم استفاده کنین. اگه فروشنده هستین مشورتی با ایشون بکنین، ببینین که خب به هر حال بسیار قابل اعتماد هستن، بسیار انسان شریفی هستن، به کاری که میکنن اعتقاد دارن، به یک اصولی پایبندن که اون اصول به نظر من دیگه پرایسلس، قیمت نمیشه روش گذاشت و واقعا قابل احترامه. برای همین هم موفقین. شماره‌ای برای ایشون گذاشته شده 647 که شماره دستی تورنتو شونه، با 647 شروع میشه. برای عزیزانی که در تورنتو احیانا میخواین بیان ببینن خونتون رو یا بهتون قیمت بدن، 606-2076 647-606-2076 برای عزیزانی که از رادیو گوش میکنن نمیبینن یادداشت کنن. و تلفنی از ایران برای عزیزانی که خب با این وضعیت ایران خیلی سخته، خیلی مشکلات دارن ولی خیلی هم توانایی خرید دارن و میخوان سرمایهشون انتقال بدن این بر، یا حالا بچهشون این بره، یا آمد و رفتشون در بین کانادا و تورنتو، این سرمایه گذاری میتونه خیلی به نفعتون باشه. با شماره ایران ایشون که فقط هزینش رو همیشون میده در تورنتو، شما ازت خوبه ما هزینه تلفن ها رو میدی، کامیشن هم که حذف کرد، داشتم فکر میکردم وضعیت خیلی خوبه، قلب بزرگی داره، دیگه لااقل راحت باشن، میدونید قلب خیلی بزرگه، قلب بزرگی داری که از خیلی چیزا میتونی بگذری. شماره ایران ایشون رو دوستان یادداشت کنین، به اقوامتون بدین، یا اگه در ایران هستین مستقیما بهشون زنگ بزنین، هزینه‌شو ایشون میده، فقط تلفن دستی ایران رو به مأمورش شما میپردازین. 0917-311-7611 0917-311-7611 اهل شیراز و شمارم شیرازی، بله شمارم شیرازی و، ولی فعالیت و جنب و جوش و این همه عجب اصلا به شیرینیان من نگو، من کی گفتم، من دارم زود میگم جلو جلو میگم، من که نمیگم، همه ایران میگم، من دارم نمیگم. یادم یه زمان میگفتی ما شیرازی ها هیچ کس نتونست برامون جوک بسازه، چی شد که برای همه شهرها جوک ساختن غیر از شیرازی ها؟ تا این جوک بیرون اومد که شیرازی ها تنبلن، نه تنبل نیستن، از وقتشون خیلی قشنگ الان که همه پیرویشون برای خداییش شما، یعنی ثابت کردیم نمونه خوب شیرازی که از وقتش خوب میتونه استفاده کنه. هم استراحتمونو داریم، هم فامیلی تایممونو داریم، هم کارمونو داریم، الان که همه تابع شیرازن، الان دنیا ثابت کردیم که اصول شیرازی کرونا باعث شده زندگیه، اصول درست زندگیه، بله الان همه دنیا تابع شما شدن و خونه نشین شدن. تاثیر که اصلا شیرازی ها باورتون نمیشه هیچ کدوم خونه نشین نیستن، مخصوصا خانماشون، حالا شاید همش تقصیر آقایونه نمیدونم،
بله 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 ولی خانم ها هیچ کدوم همسر خیلی خوب نازنینی داری که ما اصلا حاضر نیستیم چیزی بندازیم گردن ایشون ارادت داریم به نشون اوشون رو نمیگم شاید از بقیه بود شاید اینم میشه چون که شیرازی ها رو دارن میگن منظورم اینه که هرچی خانم ها نیستن بله بله مثلا من که ریشم پدرم کاشانیه و به هر حال بنده در کاشان به دنیا آمدم و کاشانی هم دیگه کاشی ها ترسوان اصلا به من ربطی نداره شما ترسی تو وجود من تنها چیزی که ندارید واقعا مثلا من ترسو نیستم ولی در این که همشهری های من ترسوان حتما یه چیزی بوده که اینو گفتن برای ماها ولی یعنی مثلا محتاط نه ما میدونین چیه نتونستن چیزی پیدا کنن گفتن اینا چون یه خورده براشون نتونستیم چیزی پیدا کنیم بذاریم بگیم تر شما نمونه شیرازی پرکار و پرتلاش بنده نمونه کاشانی نترس حالا چی میگین شما اومدیم نقص کردیم همه چی رو با این است بله خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم همیشه هر هفته امیدوارم شما هم از این گفتمان لذت ببرین و اطلاعاتی که نیاز هست و به روز هست به دستتون مفید واقع بشه که بنده همیشه باش در حضورتون که هستم بسیار لذت می‌برم بسیار چیزی ازتون یاد می‌گیریم و خوشحالیم تا فکر کنم حالا هر چقدر از خصوصیات خانم رضایی براتون بگم کم گفتم روز عزیز ما صدای خیلی خوبی داره داره تمرین حسابی میکنه دیگه باید کم کم بیای در برنامه‌های هنری یه نقش نشون بدی کار کاری که داره چیکار میکنه بذارید فقط به عنوان ریلستر بشه از هر انگشت هنری میبارن بله ولی خب بله به عنوان مشاور که یکی از نازنین هایی که در بازار کار درست ارائه میده و مسئولانه برای شما خرید میکنه یا فروش که اصلا دیگه الان واقعا شرایطی گذاشته که هر فروشنده دلخواهشه این شرایط ولی برای خرید هم اینقدر محتاط و اینقدر درست کار خودش رو با تجربهش داره ثابت کرده به ماها که با خیالی راحت ما اینجا میشینیم خیالمون هم راحته هر کی هم بهش مراجعه کنه خوش به حالشه این سعادتیه که وقتی که به قول اینجا میگن یه فیدبک میگیری از یه کارت من دیشب برای یکی از آشناهای منزلی رو گرفته بودم اجاره ای بود وقتی وارد این منزل شدیم این خانم گفت نه 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 برگردیم اصلا این خونه رو نمیخوام گفتم یکم صبر کن طبقه بالا رو هم ببینیم نظرت شاید عوض شد ما که اومدیم دیدنش ضرر نداره وقتی گذاشتیم شاید باورتون نشه این خونه رو که اجاره کردن کردن الان میگیم امروز صبح به من تماس گرفتن میخوام این خونه رو بخرم و خندیدم گفتم یادتونه روزی که ما وارد شدیم شما حتی حاضر نشدید بیایی طبق پایین این خونه رو ببینید گفت نه من واقعا ایمان پیدا کردم شما وقتی یه چیزی رو خودت پیدا کردی خودت حتی اینو من براش لیست کرده بودم حاضر نمیشد بیاد ببینه عجب. بعد به زور من وقت گرفتم بردم نشونش دادم موقعی که رفتیم خونه رو هم ببینن همون طبقه اول برگردیم حقیقتا راست میگفتن خب یه گروهی بودن که از یه ملیت یه کشوری بودن خونه رو کثیف کرده بودن درسته ولی میگفتن ولی شما میدونین که این جمع کردن این جمع میشه این خونه نوسازه خونه انقدر خوب بود درسته یک هفته سختی بود و ایجنت طرف مقابل رو هم تحت فشار شدید گذاشتم گفتم باید طبق قرارداد چون من قرارداد انقدر سفت و سخت می نویسم که به هیچ عنوان اینا نمیتونن تکون بخورن یعنی انقدر به قول خودمون کل کل میکنم با این ایجنت پر حوصله برای اینکه این حوصله یعنی واقعا دیگه کلافه میشن از دستم و یعنی اگه کانادایی باشن قشنگ صداشون در میاد حالا اگر هر ملیت دیگه غیر از ایرانی حالا باز با زبان خودمون با ایرانی ها خورده سخت یه سرج زبان راحت تریم ولی با اونا یه خورده مشکله ولی منظورم اینه که انقدر خوشحال میشم وقتی که من این تماس رو میگیرم میگه میخوام خونه رو بخرم و اول فقط خندیدم گفتم این میدونی کدوم خونه است خندید خودش آره من دم در خونه که رسیدم گفتم برگرد بعضی ها واقعا این اصلا معروفه بین ما ایرانی هم زیادی که ضرب المثل معروفی داریم عقلشون به چششونه بله. فقط اون لحظه رو میبینن و اون چیزی که جلو چششونه بله. دیگه تفکر این که شما بتونی حالا من بگم دیزاینری اون وقت میگی چرا گفتی این میرسه به این که شما چجوری مجموعه رو نگاه میکنی به طور کلی و میدونی بله. آخرش میتونی چی از آب در بیاری نهایت یه ایرادای کوچیکی بالاخره بله. هست میشه حتی من دوتا آفر میخواستم براشون بذارم دوتای قبلی رو که خدا رو شکر برنده نشد البته منم زیاد پوش نکردم اصرار نکردم و بعدم بهشون گفتم گفتم من اینو چون میدونم شما پشیمون میشید و اخلاقتون رو میدونم آفر رو که میگید میذارم ولی امیدوارم برنده نشید چون میدونم بعدش از دست من شاکی میشید
و خدا رو شکر برنده نشدم. میگم دیشب و امروز صبح تمام حرفشون این بود، خدا رو شکر میگفتی این خونه این ایرادو داره، ولی ما دیگه تحت فشار بودیم میخواستیم اجازه کاش گوش کنن. شد حکایت دانشجوهای ما، وقتمون هم داره به پایان میرسه. هر چقدر ما فریاد زدیم جمعه آخرین روز ثبت نامه، به خدا بازارگرمی نمی کنیم. نیاین، باید بریم برای ترم بعدی در اکتبر. $10,000 بورسیه، هیچی ما ازش تو دستمون الان نیست، فقط برای این دوره تابستانی بوده گارانتی ما. ولی خب بچه‌ها فکر کردن گفتن حالا مثلا حال چی میشه یه هفته دیرتر میاد، فکر میکنن اینجا فرق میکنه مثل ایران. حالا ایران هم حتی قانونیه، ایران زمان ثبت نام ثبت نام داره دیگه. و امروز بچه‌ها از دیروز ادهی و از امروز هم اونایی که در ونکوور دوره برداشتن شروع شده کلاساشون، و واقعا دیگه ما این همه تلفن داشتیم نتونستیم هیچ کدوم ببریم تو. همه لحظه آخر گل که نیست که میرین دقیقه 90 بزنین، یه برنامه‌ریزی درسیه و یه وقتی داره. ایران دیدی که تیمش گلش دقیقه 90 یه چیزی شانسی بره تو تور نره تو تور، این دیگه شانسی نیست، این حساب کتاب داشت، پرونده میخواد، مکاتبات داره، به هر حال فرم داره. ولی خب دیگه حالا باز دوستانو داریم برای اکتبر آماده میکنیم، باز داریم تو لیست الان وقت بیشتری دارین برای فکر کردن، ولی میدونم اینجوریه بعضی وقتا. بازم خانم همون اکتبر میان خدمتتون، مطمئن باشین. بله سپتامبر اکتبر بگم نصفشم زنگیت بزنن برای ما اینا رو نگی. میزنن شما بگین گوش نمی کنید، گوش کنید، حیفه، حیفه شماست. واقعا اونایی که توانایی اومدن رو دارن، دانشجوهایی که میتونن بیان، فرصت های طلایی اینجا هست که میتونن استفاده کنن. خدا رو شکر بر حال ایده رو تونستیم تعدادی رو که به سرعت روشون، خود شما چقدر تلاش کردین، چقدر بچه‌هایی که زنگ زدن از شیراز، ولی واقعا دیگه دلارم که بازی عجیب غریبی در ایران با همه داره، یعنی تو این شرایط شاید یه عدم نتونستن تصمیم بگیرن. پولشون مثلا با دلار 11 تومن 9 تومن ما شروع کردیم، 9 خورده میرسید، ولی خب پشتوانه این که یه دفعه دلار بشه 16-17 تومن نداشتن الان بدن. و یه سری خب من از بچه‌هایی که میخواستن بیان با من در تماس بودن الان پیگیری کردم، همشون به خاطر این صبر کردن، شاید دیگه شهریه رو میتونن دیگه کنن، چون شهریه دیگه کار نمیشه، باید شهریه رو داشته باشم. بله سخت بود، خیلی دوره سختی، همه الانش هم سخت و سختره برای ایران، خودش قابل بحثه و که متاسفانه چیز کاری نمیشه، کاش کاری از دستمون برمیومد، کاش من میتونستم شهریه رو برای شما عقب بندازم. شهریه رو که تنها کاری که برمیومد ما درست عمل کنیم، بله صادقانه بریم جلو، بتونیم این بورسیه رو برای شما بگیریم. این کاری بود که از دست ما، مسئولیت ما، حوصله شما که همه کسانی که تماس میگیرن از دوست آشنا همه اختیار. تشکر میکنن از اون صبر و حوصله شما، از اون صبر که توضیحات کاملی که میدید بهشون. حقشون بدونن دیگه، باید دانسته و آگاهانه تصمیم بگیرن. حقشون بدونن، ولی هیچ کسی این حقو بهشون نمیده. همونطور که میدونین عزیزانی که اینجا هستن، من خب خودم شاهد بودم، همه اول میگن پولو بریز به حساب تا من مشاوره رو بدم، در صورتی که شما دیدم ساعت‌ها زحمت میکشید، توضیح میدید کامل، همه رو با دلسوزی، با درایت، با اطلاعات کامل. انشاءالله که ما باید در این رسانه این قول رو به شما دادیم، هم از این برنامه ها، هم چه تلفنی، اطلاعاتی که به شما میدیم رایگانه، برای شما رایگانه. این دوستان اسپانسر میشن، دوستان دیگه اسپانسر میشن که یک کار مجموعه درست شلو بره، ولی شما دارین رایگان میگیرین و واقعا قدر این موقعیت رو بدونین، حداقل آگاهانه تصمیم بگیرین. همین فکر کنم چند روز پیش بود یک خانم ایرانی رو گرفتن در وردانیانگ معروف ما، که به هر حال اون مجموعه ایرانی کنار هم داره، خیلی اتفاقاتی که خوب نیست میفته. و این خانم ایرانی از اکثر کسانی که اینجا با ویزای توریستی آمده بودن پول خیلی زیادی گرفته بودن، مدارک قلابی و تقلبی درست کنن، اصلا هیچ چی نبوده، فقط پول گرفته بوده. به هر حال پلیس دستگیرش کرد. میدونین که پارتنرشیپ ما با پلیس 30 ثانیه خبر، مثلا دستگیر میشه 30 ثانیه بعد خبر به ما میرسه. و باور کنین وقتی من روی تلفن که وصله به رادیو، ما اصلا اینقدر ناراحت و نگران شدیم که اسم ایرانی یه دونم، یه خانوم ایرانی و در منطقه‌ای که اکثرا ایرانیان با اطمینان میرفتن، یکی میاد پیش شما اطمینان میکنه به شما، مرکز بزرگی از بیزینس های ایرانی تو ساختمون، میان اطمینان میکنن، شما همه پولایی نگرفتی بدون هیچ مدرکی، کسایی ساختمون داریم که از بهترین های ایران خب بودن. چوبه تر خوش با هم میسوزه اون وقت، و آدم این نگرانیش میشه که چوبه تر خوش میسوزه، ولی به هر حال پایان کار کج خلاف و بالاخره میگیرنشون.
اینا حدود یک سال و نیم تحت نظر بودن، پولایی که میگرفتن، مدارک قلابی که تعیین کردن. به هر حال این خانم دست اندر کار اصلی بوده که با مردم در اون مجتمعشون میدونن ایرانی هستن، همه میومدن اعتماد میکردن بهشون. و خب همین جوری نیست که همین جوری بتونن قصر در برن. بالاخره دیر یا زود اصولا هر کار خلافی بالاخره مشخص میمونه و مشخص میشه. میگم امروز ممکنه باشون کاری نداشته، شما بگیم مثل ایشون، البته پره تو شهرها بخوان بگیرن، نصف جامعه رو باید بگیرن ببرن، پره. ولی خب ببخش، ولی خب میگیرنشون، حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. این سیستم اینجوریه، این سیستم به شما اجازه میده فعالیت کنین، خودتون رو ثابت کنین، تا خلافش ثابت بشه که میان سراغتون. بعد دیگه اون موقع بعد میان سراغ موقع دیگه امیدوارم که سراغ هیچ کس نیاد. انشالله که همه کار درست رو انتخاب کنن، چون درست کار کردن اینقدر راحته، اینقدر هم مشتری هست که من نمیدونم چرا همه باید حتما دوری قمری هم دیگه رو بزنن. خیلی راحت میشه کار کرد، برای همه هست موقعیت کار، همه امکان شده. منتها خب متاسفانه اینا یکم مسیر رو عوض میکنه و متاسف شدیم شنیدیم. من اگه وقتش باشیم خیلی کوتاه یه جمله رو بگم. ما که یه وقتمون رفت، ولی خب شما بفرمایید. امروز فکر کنم شهرزاد عزیز رو در برنامه نتونیم همراه خودمون داشته باشیم، مستقیم بریم سر خبرها، ولی شما تمنا. معذرت میخوام، مرسی. برای دوستان عزیز خواستم بگم خدمتتون، ما ارزش گذاری ملکتون رو و همچنین استیجینگ و دیزاین منزلتون رو به طور رایگان در پکیج لیستینگ خانه هاتون داریم. اگر که مایل بودید با ما خونه هاتون رو لیست کنید، با گروه روزتی خواستید خونه ای رو لیست کنید، تمام این سرویس ها برای شما رایگان هست. بسیار عالی. چون کمپانی استیج متعلق به خودم هست. نه، کمپانی استیج متعلق به خودم هست، پس در نتیجه میتونم باز اون از خودم میذارم. دستم باز. گفتم شهری هم اگه دست من بود نمیگرفتیم هیچی نمیگرفتیم. چیزی که در توانمون هست و میتونیم الان انجام بدیم. و ارزش گذاری رو هم که خب به هر حال دوستان عزیزم رایگان انجام میدن، خیلی هاشون، برای عزیزان میتونیم داشته باشیم که حالا اگر ارزش ملکشون رو خواستن بدونن بهشون اعلام میکنم. خیلی عمالی، که بهتر از ایشون که دوستی بسیار خوب، دلسوز و با تجربه کافی بتونه در ملکتون این روزها که خب به هر حال روزهای حساسی هم هست، بهترین نظر رو براتون داشته باشه، کنارتون باشه. ممنون خانم روزی عزیز که همراه ما در برنامه ما هستی و این اطلاعاتتون در اختیار مردم میگذارین. تا برنامه‌های دیگه که از هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود و ویژگی‌های آمار درست بازارم که براتون دارن میارن مرتب، به هر حال وقت رو از دست ندین. موقع خوبی اگه فروشنده هستید، مخصوصا با شرایط ایشون که خیلی خوش به حالتون میشه. خریدارام که میگم فردا بخرین، دیر خریدین، گرونتر از امروزه. 100%. هر تصمیمی دارین سریع انجامش بدین و انشالله ملک خوبی گیرتون بیاد. با ما باشید. با سرکار خانم روزرضایی خداحافظی میکنیم. در بخش بعدی خبرها رو با شما دنبال خواهیم کرد. خدا یار و نگهدارت. آرامش خاطر را با روزتی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری. At the Art of Facial Rejuvenation, we take pride in providing professional and innovative non-surgical cosmetic services to the Greater Toronto area. Upon entering a Blue Enthused clinic, you would be invited by our friendly staff and medical professionals who make it their mission to provide you with the best, most rejuvenated version of yourself. With the comprehensive services that we offer, ranging from cosmetic to physical therapy, there's something here for everyone. Our team of medical professionals are highly practiced in the art of facial augmentation and rejuvenation. We have skincare department dedicated to providing laser hair removal services using the latest pain-free hair removal technologies suitable for a range of skin types and pigments.